بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درود خدا بر خون خدا حسین ابن علی علیه السلام و تمام یاران شیدایی راه عشق. بعد از این عرض سلام خدمت خاندان عصمت و طهارت، عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و از شما ممنون و سپاسگزارم به خاطر تماشای برنامه تقویم شیعه. در خدمت شما هستیم با یک برنامه دیگر، با ما همراه باشید. امروز 8 ربیع الاول روز تأسف باری است، روزی است که مظلومیت اولاد علی بیش از پیش بر جهانیان ثابت می شود. امروز روز تنهایی و روز گریه بر تمام تنهایان عالم است. عرض تسلیت دارم خدمت یکایک شما عزیزان به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. با ما همراه باشید. امام حسن عسکری علیه السلام در سال 232 هجری در مدینه چشم به جهان گشود. مادر والاگوهرش سوسن یا سلیل، زنی لایق و صاحب فضیلت در پرورش فرزند، نهایت مراقبت را داشت تا حجت حق را آنچنان که شایسته است پرورش دهد. این زن پرهیزکار در سفری که امام حسن عسکری علیه السلام به سامرا کرد همراه امام بود و در سامرا از دنیا رحلت کرد. کنیه آن حضرت ابا محمد بود. امام 11 صورتی گندمگون و بدنی در حد اعتدال داشت، ابروهای سیاه کمانی، چشمانی درشت و پیشانی گشاده داشت. دندانها درشت و بسیار سفید بود. خالی بر گونه راست داشت. امام حسن عسکری علیه السلام بیانی شیرین و جذاب و شخصیتی الهی با شکوه و وقار و مفسری بی نظیر برای قرآن مجید بود. راه مستقیم اطرت و شیوه صحیح تفسیر قرآن را به مردم و به ویژه برای اصحاب بزرگوارش در ایام عمر کوتاه خود روشن کرد. به طور کلی دوران عمر 29 ساله امام حسن عسکری علیه السلام به 3 دوره مستقیم تقسیم میشه. دوره اول 13 سال است که زندگی آن حضرت در مدینه گذشت. دوره دوم 10 سال در سامرا قبل از امامت. دوره سوم نزدیک 6 سال که دوره امامت آن حضرت می باشد. دوره امامت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام با قدرت ظاهری بنی عباس رو در روی بود. خلفایی که به تقلید هارون در نشان دادن نیروی خود بلند پروازی هایی داشتند. امام حسن عسکری علیه السلام از 6 سال دوران اقامتش 3 سال را در زندان گذرانید. چیه؟ چرا قد خودتی؟ چایم که آوردم نخوردی؟ نه، امروز روزه گرفتم. سلامتی؟ قبول باشه انشالله. انشالله. مناسبتش چیه؟ امروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلامه. روزه گرفتم به نیت ایشون که انشالله مقداری از الطافشون نصیب منم بشه. الانم دارم یه کتاب از احادیث ایشون میخونم. انسانهایی بودند که از تمام زندگی و خوشیهای خودشان گذشتند برای احیای دین رسول خاتم و بر حسب وظیفه این مسئولیت خطیر را بر عهده گرفتند. این انسانها همان اولیای خدا هستند که حجت برحق بر روی زمینند. مخالفت با امر این عزیزان مخالفت با امر خداست و اینجاست که متوجه می شویم که دنیا پرستان تنها مرکبی می خواهند برای عبور از این مهم. آیا دنیا پرستانی که با گفتن شهادتین به اسلام گرویده بودند تنها به صرف رفع تکلیف این کار را کردند؟ آیا اینان دین خدا را به شیوه خود اطاعت می کنند و هر جا که به نفع آنان باشد مسلمانند و هر جا که نباشد کافر حربی؟
خوش به حالت. کجا هستی؟ ای بابا، حالا حالا ها مونده تا این بزرگانو بشناسی. عبیدالله خاقان وزیر معتمد عباسی با همه غروری که داشت وقتی با حضرت ملاقات می کرد به احترام آن حضرت بر می خواست. پیوسته می گفت: در سامرا کسی را مانند آن حضرت ندیده ام. وی زاهدترین و داناترین مردم روزگار است. پسر عبیدالله خاقان می گفت: من پیوسته احوال آن حضرت را از مردم می پرسیدم. مردم را نسبت به او متواضع می یافتم. می دیدم همه مردم به بزرگواریش معترفند و دوستدار او می باشند. با آنکه امام علیه السلام جز با خاص شیعیان خود مراوده نمی فرمود، دستگاه خلافت عباسی برای حفظ آرامش خلافت خود بیشتر اوقات آن حضرت را زندانی و ممنوع از معاشرت می داشت. از جمله مسائل روزگار امام حسن عسکری علیه السلام یکی نیز این بود که از طرف خلافت وقت اموال و اوقات شیعه به دست کسانی سپرده می شد که دشمن آل محمد صلی الله علیه و آله و جریانهای شیعی بودند، تا بدین گونه بنیه مالی نهضت تقویت نشود. چنان که نوشتند که احمد ابن عبدالله ابن خاقان از جانب خلفا والی اوقاف و صدقات بود در قم و او نسبت به اهل بیت رسالت نهایت مرتبه اداوت را داشت. همینطور اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام متفرق بودند و امکان تمرکز برای آنها نبود. کسانی چون ابو علی احمد ابن اسحاق اشعری در قم و ابو سهل اسماعیل نوبختی در بغداد میزیستند. فشار و مراقبتی که دستگاه خلافت عباسی پس از شهادت حضرت رضا علیه السلام مأمور داشت چنان دامن گسترده بود که جناح مقابل را با سخت‌ترین نوع درگیری واداشته بود. این جناح نیز طبق ایمان به حق و دعوت به اصول عدالت کلی این همه سختی را تحمل می کرد. حضرت هادی علیه السلام و حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هم از سوی دستگاه خلافت تحت مراقبت شدید و ممنوع از ملاقات با مردم بودند و هم امامان بزرگوار ما جز با یاران خاص و کسانی که برای حل مشکلات زندگی مادی و دنیوی خود به آنها مراجعه می نمودند کمتر معاشرت می کردند. این به این جهت بود که دوران غیبت حضرت مهدی علیه السلام نزدیک بود و مردم می بایست کم کم بدان خو گیرند و جهت سیاسی و حل مشکلات خود را از اصحاب خاص که پرچمداران مرزهای مذهبی بودند بخواهند و پیش آمدن دوران غیبت در نظر آنان عجیب نیاید. آری، امام حسن عسکری علیه السلام بیش از 29 سال عمر نکرد، ولی در مدت 6 سال امامت و ریاست روحانی اسلامی آثار مهمی از تفسیر قرآن و نشر احکام و بیان مسائل فقهی و جهت دادن به حرکت انقلابی شیعیانی که از راه‌های دور برای کسب فیض به محضر امام می‌رسیدند بر جای گذاشت. معتمد عباسی که همواره از محبوبیت و نفوذ معنوی امام در جامعه نگران بود، چون دید توجه مردم به امام روز به روز بیشتر می شود و زندان و اختناق و مراقبت تأثیر معکوس دارد، سرانجام به همان شیوه مزورانه دیرینه متوسل شد و امام را پنهانی مسموم کرد. پدر تمام شد؟ آره بابا تمام شد. حیف شد، خیلی دوستشم اینو ببینم. تو کی روزه رو دیده بودی بابا؟ آره ولی روزه امام حسن عسکری یه حال دیگه‌ایه. آره بابا روزه امام حسن عسکری فرق میکنه با همه روزه. امروز خیلی دلم گرفته. تنهایی
همواره ناراحت کننده و زجرآور است، به خصوص وقتی دلیلی برای تنهایی خیش نداشته باشی. تنهایی یعنی اینکه هیچ یار و یاوری نداشته باشی. آیا انسان تنها میتواند زندگی کند؟ آری میتواند زندگی کند، اما به سختی. سختی چیست؟ سختی حالتی است بسیار دردناک که در انسان تنها رخ می‌دهد و این کنش و واکنش عاطفی باعث می‌شود که دل انسان بشکند. و زمانی که دل انسان شکست، شکایت به نزد صاحب دل می‌برد. انسان‌های بزرگ فقط شکایت به نزد خدا می‌برند و اصطلاحاً فقط خداوند از دل آنها خبر دارد. شخصی از امام حسن علیه السلام پرسید فاصله زمین تا آسمان چقدر است؟ امام جواب داد فاصله زمین تا آسمان به اندازه آه یک مظلوم است. مظلوم کیست؟ مظلوم کسی است که ظلمی در حقش روا شده باشد. چه زمانی ظلمی روا می شود؟ تنهایی جزء لاینفک اولاد علی شده و افسوس از این مظلومیت. و دیگر هیچ نمیتوان گفت، فقط بر جاده انتظار بنشینیم و منتظر آمدن منتقم موعود باشیم. الان چه وقته بابا؟ الان دیگه باید از اون باشه. خوبه، پس بریم مسجد با هم نمازمونو بخونیم. امشب یه مراسمی هم اونجا باید باشه، به مراسم هم برسیم. خب من میرم آماده بشم، وضو بگیرم. برو بابا، سلامت. دانشمند نامدار جهان تشیع تبرسی می نویسد بسیاری از دانشمندان ما گفتند امام حسن عسکری علیه السلام بر اثر مسمومیت به شهادت رسید، چنان که پدرش و جدش و همه امامان با شهادت از دنیا رفتند. کف امی دانشمند معروف شیعه میگوید او را معتمد مسموم ساخت و محمد ابن جرایر از دانشمندان شیعی در قرن چهارم معتقد است که امام حسن عسکری علیه السلام در اثر مسمومیت به درجه شهادت رسید. یکی از نشانه های شهادت امام توسط دربار عباسی تحرک ها و تلاش های فوق العاده ای بود که معتمد عباسی در روزهای مسمومیت و شهادت امام برای عادی جلوه دادن مرگ آن حضرت از خود نشان داد. وقتی ابو محمد امام حسن عسکری علیه السلام رنجور شد، 5 نفر از اطرافیان خاص خلیفه که همه از فقیهان درباری بودند به خانه او گسیل شدند. معتمد به آنان دستور داد در خانه ابو محمد بمانند و هرچه روی می دهد به او گزارش کنند. همینطور عده‌ای را به عنوان پرستار فرستاد تا ملازم او باشند و همچنین به قاضی ابن بختیار فرمان داد 10 نفر از معتمدین را انتخاب کند و به خانه ابو محمد بفرستد و آنان هر صبح و شام نزد او بروند و حال او را زیر نظر بگیرند. 2 یا 3 روز بعد به خلیفه خبر دادند حال ابو محمد سخت‌تر شده و بعید است بهتر شود و آنان پیوسته ملازم خانه آن بزرگوار بودند. سامرا به حرکت در آمد و سراپا فریاد و ناله گردید و بازارها تعطیل و مغازه ها بسته شد. بنی هاشم، دیوانیان، عمرای لشکر، قاضیان شهر، شعرا، شهود و گواهان و سایر مردم برای شرکت در مراسم تشییع حرکت کردند. سامرا در آن روز یادآور صحنه قیامت بود و روز 8 ربیع الاول سال 260 هجری روز دردآلودی در شهر سامرا بود. آفتاب امامت غروب می کرد زیرا خداوند این گونه مقدر کرده بود
که این آفتاب از پس پرده غیبت صغرا و سپس غیبت کبرا پرد و افشانی کند. از این رو امام حسن عسکری علیه السلام بر دو بینش بسیار مهم تأکید می کرد. نخست تأکید بر شناخت غیبت و گرفتن بیعت برای ولی الله الاعظم امام منتظر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، و دوم تحکیم شالوده های مرجعیت دینی. سخنان گوهربار امام حسن عسکری علیه السلام بیشک انسان را به یاد واقعی قدیر خم میندازه، چرا که این آخرین امامی است که برای هدایت بشر گمراه از سوی خدا فرستاده میشه. هر کس من امام او هستم، پس از من پسرم که هم نام رسول خداست امام او خواهد بود. سخنان امام عسکری علیه السلام شباهت عجیبی به سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داره، چرا که به خوبی مشخص میکنه ایشون میدونستن که در آینده چه اتفاقی رو خواهد داد. همونطور که نبی اکرم به خوبی می دانستن پس از شهادتشان چه بر سر اهل بیتشان خواهد آمد. امام زمانمان امروز داغدار پدر بزرگوارشان هستند، پس فرصت را غنیمت بشماریم و ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس امام زمان بیعتی دوباره با ایشان تازه کنیم. مولای ما، جان ناقابلی داریم، چه کنیم فرش شود زیر قدم های شما. آقا جان چه کنیم که ما را جز فدایان خود بشمارید. دل ما صاحبی دارد و بهانه صاحب خیش میگیرد. به این دل شکسته چه بگوییم که خانه در جاده انتظار کرده و به شوق دیدن یار چله نشین شده. به پایان یکی دیگر از سری برنامه های تقویم شیعه رسیدیم. ضمن آرزوی سلامتی برای تک شما، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپارم. یا علی، خدا نگهدار.